اضافه شدن بخش کالکشنز توی آپدیت جدید که با لول آپ کردن این بخش میتونید به جوایز خیلی با ارزشی دسترسی پیدا کنید. سلام بچه‌ها، چطوری؟ امروز قراره بخش جدید کالکشنز رو با هم دیگه بررسی کنیم، چون به طرز خیلی عجیبی میتونید کلی جوایز رایگان رو دریافت کنید، از جمله متریال و الماس کامل متیک فورج. همچنین 120 FPS منتشر شد. البته که یه سری نکات داره که باید بدون. پس مثل همیشه ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ آپدیت جدید. خب بچه‌ها، قبل از هر چیزی وارد متیک فورج بشیم، خیلیاتون میپرسید که لیون جوایز متیک فورج رو چرا نذاشتید؟ بچه‌ها، متیک فورج دیروز وارد بازی شد و خودتون میتونید از داخل بازی متیک فورج رو ببینید. فقط کافیه یه سری به متیک فورج بزنید و اینکه مثل همیشه سه ست متیک که واقعا این سری متیکاش یه کمی بد بود به نظر من، ولی اسلحه های آپگریدی که آورده عالیه. هم گورزا خوبه، گورزای فرست ریدر، و همین که یوزی و وکتور کیل مسیجای خیلی جالبی داد. جدا از این توی بخش گروث پک یک کریت جدید اومده، داخلش کار 98 آپگریدیه به اضافه 15 تا مینی متریال که با $9 شما میتونید این کریت رو خریداری کنید. کیل مسیج کار 98ش هم خیلی خوبه. این از ادوانسد فرم واقعا ارزش $9 رو داره. و همچنین توی بخش تنظیمات مهمترین بخش گرافیک و 120 FPS به اسم اولترا اکستریم وارد بازی شد و شما از این به بعد با 120 FPS میتونید بازی کنید. فقط کافیه که دیوایستون 120 FPS رو بتونه پشتیبانی کنه. البته که باعث مصرف بیش از حد باتری و داغ شدن گوشی میشه و PUBG به خاطر همین یه گزینه جدید به اسم پاور سیوینگ آورده که مربوط به بهینه‌سازی عملکرد گوشی میشه. با فعالسازی این گزینه گرافیک بازیتون یه کمی میاد پایین که باعث میشه هم گوشیتون داغ نشه و هم از باتری بیش از حد استفاده نشه و به نظر من که حتما این گزینه رو فعال کنید. و حالا وارد بخش پروفایل بشیم چون تغییرات خیلی جالبی آورده. اول اینکه برای بخش هوملند یه مسابقه برگزار کرده، دقیقا مثل پاپولارتی بتل، و شما با رجیستر کردن میتونید که وارد این مسابقه بشید و یه سری جوایز بهتون میده در صورت برد که این پایین میبینید. و شاید براتون جالب باشه که سیستم برد داخل این مسابقه چطوریه. بچه‌ها، به شما یه سری تیکت میده و شما برای دوستاتون یا دوستاتون برای شما میتونه که کارت رای بفرسته و اونطور که من میدونم هر کی خونش ویزیت و رای بیشتری آورد توی این مسابقه برنده است. یعنی در کل هر کی خونه بهتری ساخت و مردم بهش رای داد برنده اونه. خب حالا میرسیم به بخش جدید کالکشنز. بچه‌ها، توی آپدیت جدید تو قسمت پروفایل یه بخش کالکشنز رو ما داریم که برای خیلیاتون سواله که چطوری اینو میتونیم لول آپ کنیم و اصلا چرا یه همچین جوایزی رو به ما میده. بچه‌ها، از این به بعد شما داخل بازی میتونید ارزش هر اکانتی رو از روی لول این قسمت بفهمید. یعنی هر چقدر که لول این قسمت بالاتر باشه، یعنی اینکه طرف اکانتش با ارزش تره. اگه بخوام خیلی مختصر و مفید توضیح بدم، یعنی اینکه هر چقدر پول بیشتری داشته باشی، ست متیک خفن تری داشته باشی، این قسمت لولش بالاتر. یعنی یه جورایی میشه گفت طبقه بندی کرده. بچه فقیرا لول این قسمتشون پایین تره، بچه پول داره بالاتر. و در حال حاضر من لول 64 هم میشه گفت لول خوبیه و مجموع 7745 تا امتیاز داره. و خودش این پایین نوشته 34 تا گان آپگریدی یا آیتم مجستیک به رنگ نارنجی و 100 تا آیتم متیک، 656 تا آیتم لژندری و 644 تا آیتم اپیک. در کل میشه گفت هر آیتمی که شما از این به بعد بگیرید یه جورایی میشه گفت خوبه. به بالا بردن لول این قسمت میتونه که بهتون کمک کنه. حالا بریم جوایز رو ببینیم. جوایزاش که حرف نداره. اصلا فکر نمی‌کردم پابجی بخواد اینقدر جوایز بده. به نظرم ایده پردازای شرکت گفته که یه همچین بخشی رو ما بیاریم، اینطوری باعث میشه که یه انگیزه‌ای به پلیرها بدیم تا باعث بشه بیشتر پول خرج کنن. یعنی هر چقدر آیتم بیشتری بگیرید، خب 100% لولتون میره بالاتر. خب جوایزا رو تقریبا در حالی که دارم صحبت میکنم ببینید. متریال هم داره، دنس و اینجور چیزا، و از لول 65 به بعدشو من ندارم. با هم دیگه ببینیم. مثال آواتار متیک، دنس متیک، جلوتر لول 72 73، آیتم های خیلی خوبی هم. و لول 79 بازم دنس متیک، لول 85 86، اینا رو اگه بگیرید یعنی خیلی پول دارید، البته داخل بازی. و میرسیم به لول آخر، کالکشن نیک نیم. اسمتون با رنگ خاصی نوشته میشه تایتل متیک بهتون میده، لول 93 کالکشن الیمینیشن، رنگ تفنگتون توی کیل مسیج تغییر میکنه. لول 92 چیه این؟ فهمیدم بچه، اگه شما MVP بشید و برنده بازی بشید یه همچین نمایش رو میتونید اجرا کنید. خلاصه جوایز با هم دیگه بررسی کردیم و حالا بریم کالکتشون کنیم. واو، حس خیلی خوبی بود، حس خیلی جالبی بود. این همه آیتم ما رایگان داریم کالکت میکنیم. این قسمت دنس، ستا کلاس کریت، الماس، مینی متریال، رینیم کارت. بعد از سالها تو اکانتم رینیم کارت اومد. و صفحه بعدی استیکره، اوکی، گرافیتی، مینی متریال، کارت جی، الماس. 13 تا الماس دارم من، فکر کنم از این قسمت 7 تا گرفتم. 3600 4800 تا کارت جی. حاجی غیرات کردی. صفحه بعدی 3 تا الماس، یه متریال، یه تایتل هم بهتون میده، آواتار فریم، و اینم از این. بخش بعدی به اسم اکسیبیشن هال، یعنی سالن نمایشگاه. اینجا شما میتونید استیکرهایی که گرفتید رو بذارید. دقیقاً کاربردش رو نمیدونم، مثلا دوستاتون یا هر کسی میتونه اینا رو ببینه. تا اینجا که به نظر من چیز مهمی نیست، پس ازش میگذریم. و بخش آخرم خیلی مهمه، یه سری جوایز مفید رو بهتون میده، مربوط میشه به M4 و AKM. بچه شما اسکین AKM و M4 رو هر چقدر که بیشتر داشته باشید، این قسمت امتیازتون میره بالاتر. روی قسمت آل فریمز آقا من اینو کات نمی کنم. روی قسمت آل فایر آرمز شما کلیک کنید و اینجا میتونید اسکین های همه گاناتون رو ببینید. خب برای AKM من 3 تا اسکین آپگریدی دارم که باعث میشه امتیازم بره بالاتر. جدا از اون لژندری و اپیک هم حسابه. و حالا بریم بخش M4. توی M4 اسکین زیادی ندارم، فقط یه جوکر دارم که 90 تا امتیاز داره، 2 تا لژندری و 2 تا اپیک، یکی هم ساده. نونواییه مگه؟ خب بیایم بیرون و جوایز رو دریافت کنید. حالا فهمیدید که با داشتن اسکین این قسمت هم براتون باز میشه، یعنی در کل مربوط به اسکینه. مینی متریال رو بگیریم. راستی تا یادم نرفته بذارید لول 4ش رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها تو لول 4 کیل شمار داریم، یعنی شما پلیر میزنید بعد این دستگاه می نویسه که شما با AKM چند هزار نفر رو زدی، یه جورایی مثل صلوات شماره. و اینم بود از تغییرات پروفایل که با هم دیگه بررسی کردیم. این تو دماغی که دارم صحبت میکنم به خاطر سرماخوردگیه، گفتم شاید براتون خیلی مهم باشه. خب از بخش اینونتوری ما جوایزی که به صورت رایگان گرفتیم و یه نگاهی بندازیم، یکم خوشحال بشیم. بذارید با الماسمون یه چیزی بخریم. خب توی بخش متیک فورج ستای جدید که به نظرم خیلی افتضاح بودن، یعنی اصلا سمتشون نمیرم. از اسلحه‌های آپگریدی هم که همه رو دارم دیگه، کیل مسیج نیاز ندارم. بالاتر که بیایم توی بخش ست میشه گفت این ست خوبیه، و پایینی اینم ست خوبیه، خیلی ست گنگیه. میخوام یه ست مردونه بگیرم. این ست هم خیلی ست خوبیه، قواسی. در کل دنبال یه ست پسرونه نسل جدید. این خوبه. خب با متریالی که داریم این دوتا هم به صورت رایگان گرفتم. MG3 رو کیل مسیج کنیم. داخل شاپ بیایم و با کارت جی که گرفتیم، فکر کنم 12000 تا کارت جی رایگان داد. بچه یه TDM بریم. 120 FPS از همینجا داره نشون میده. اون روندی رو دارم حس میکنم، احساس میکنم روی بازی موشن بلور افتاده. رجیستر رو 90 تا کم بود، 120 FPS اومد. رجیسترش خیلی بهتر شده، البته که من زیاد بازی نمیکنم جدیدن. بچه داخل کلاسیک هم یه بازی کنیم تا 120 FPS رو تست کنیم. اولین نکته ای که میتونم بهتون بگم اینه که داخل این مود جدید بدون هدفون بازی نکنید. از در و دیوار برام ناکی میفته. به نظرم ویدیو رو همینجا تموم کنیم کافیه، چون زیاد میشه. دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی بهتر.